که با این چیزایی که ما میکنیم از قرآن میکنیم و ترجمه میکنیم چه یه مش آلو آلو هن آلو هن آلوشو نمیشه بله چشم همین بانویی که گویا بانویی بودن از توضیح مسائل خمینی خواستن چشم از توضیح مسائل خمینی ما دیروز بهترینش رو با صدای فرخزاد روانشاد گذاشتیم براتون چشم بخواید من بخونم توضیح مسائلش اینجاست ولی ارزش این رو نداره که ما در شرایطی که داریم مطالب خیلی مهمتری رو میگیم اونا رو بخونیم فقط دیشب دیدیم دیشب و پریشب فرخزاد آمد بخشایی که فرخزاد میگفت جوک نمیگفت از توضیح مسائل خمینی میخوند باز هم چشم باز هم چشم بله و آمد و گفتش که آقا اگر نتونید مثل این سوره هایی که ما تا الان گفتیم بیارید پس که نمیتونید بیارید ما شما رو در آتش میندازیم که هیزومش آدم ها و سنگ هست قعدت للکافرین تدارب دیده شده برای دگراندیشان و بعد آمد و اون جنت ها و باغ ها و فلان اینها رو برای طرفداران خودش اونایی که همینجور چشم بسته اومدن گفت که با میوه بو شما حساب بکنید به عرب بگن آقا باغ این ورش آب روان هست اون ورش میوه پایان ناپذیر هست الذی رزقنا من قبل که از پیش تدارک دیدیم و اتو به متشابهن یعنی تکرار میشه این هرچه بخورید این هی میاد و میاد و میاد و لهم فیها ازواج مطهره یعنی زنای خوشگل و پاکیزم براشون میارن خب دیگه این عربه باید بره بگه آقا من میخوام برم کشته بشم من بهشت میخوام من میخوام برم کشته بشم یک عربی که نه آب داره نه نان داره نه خوراک داره کسی بیاد بهش بگه از اون نوع جاهلش نوع بربرش بیاد بهش بگه آقا تو رو میبریم بهشت باغ آب روان جناتون تجریم تحت الانهار زن خوشگل برات میاریم اون وقت میاد چجوری در جنگ قادسیه میجنگه اونجوری میجنگه که فقط فکرش کشتن و نابود کردن و نابود شدنه جنگ وحشیانه وقتی هم که میاد تو سر بریدنش مثل همونیست که دیشب و پریشب برای شما نشون دادیم و پدری از ملت ایران در میاره که تا امروز ما ضرب فنی هستیم بعد میگه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتن فما فوقها این الله عیبی نمیدونه که مثل یک پشه یا بزرگتر از یک پشه رو بزنه فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق وقت اونایی که همون باغ جنت و فلان اینا رو میخوان الذين امنوا میدونن که این مسئله که ما میزنیم بر حق فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق الله میتونه مثل یه مگس یا بزرگتر از این مگس رو بزنه بعودتن فما فوقها مگس یا بالاتر از این مگس رو بزنه فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق این الذين امنوا حتی مثل مگس رو که میزنه اونا میگن برحقه یعنی گور شو کور شو دور شو هرچی من میگم اون شو وقتی این شد تمومه دیگه دنبال یک چنین افرادی میگشته و این چنین افراد رو با وعده بهشت مهشت میسازه که نپرسه ای گفت مگس مثلا فیله بگه چشم فیله بله خودش داره میگه یا بزرگتر مثلا مگس یا بزرگتر از فیل رو میزنیم اونایی هم که با ما هستن میگن بله حقه فیعلمون انه الحق خواهند دانست که بله بر حقه حرف درستیه من ربهم حقیست درسته از طرف الله و اما الذین کفروا اما دگراندیش ها اونایی که حق اعتراض به خودشون دادن فیقولون ماذا اراد الله به هذا خدا از این حرف چی میخواد یعنی مگس یا بزرگتر از مگس این حرف چیه پس میگویند ماذا اراد الله به هذا میگویند الله با این حرف چی اراده کرده چی میخواد بگه بعد میگه مثلا یدل به کثیرا یدل یعنی گمراه شدن یک مسئله است که بسیاری باش گمراه میشن و یهدی به کثیر یه عده زیادی هم باش
هدایت میشن و مایو دل و به الا الفاسقین، اما گونه هم که گمراه میشن فاسقن. شما حساب بکنید، یعنی میاد میگه آقا من هر مسئله میزنم تو چشم بسته قبول کن، یه عده میگن آخه چی میگه آقا، چه منظور چی از این حرف؟ میگه ما این حرف رو زدیم، یه عده تصدیقش میکنن یه عده تصدیقش نمیکنن. اونایی که تصدیق میکنن راه راست میرن، اونایی که تصدیق نمیکنن گمراه میشن و فاسقن. این منطقه. ببینید من اگر سر سوزنی در این بازگشایی برای شما بخوام کم و کاست بگم، همه نفرین های آدمیت بر من بود. این منطقه. بعد یه دفعه میاد حالا دیگه میگه حالا الله خودشو ثابت کرد، من اینم، من روشنایی رو میبرم تو تاریکی میذارم، من تو رو سمون بک میکنم، کر و کور و لال میکنم و تو تیغت نمیبره، من اینجوری میخوام. حالا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. حالا اونهایی که میان حالا با این الله که منظورش خود محمد و سلمانه پیمانی میبندن، ينقضون نقض عهد یعنی عهد شکنی کردن، عهد الله من بعد ميثاق بعد از اینکه پیمان میبندن، چون خیلی ها بودن، من از تاریخ براتون دیشب و پریشب خوندم، از تاریخ خوندم که یه عده می اومدن مسلمان می شدن، بعد می دیدن هیچ که توش نیست بر می گشتن،